ای بی که کنسرت داره میره اینجا. آقای امیر معروف که همه استانبول فقط میشناسن. فایت موچ قراره بود یه چیزی بپاشن. اولین آرایشگاه ایرانی توی استانبوله. یک کیلو وزنم کم شد. میخواییم لولو رو به هلو تبدیل کنیم. سلام بچه ها. سلام سلام آقا، امروز اومدیم که موهای منو کراتین کنیم، موهای مینا رو کوتاه. میفهمی داری چی کار میکنی؟ جا به جا میگه میخواییم موهای رضا رو کوتاه کنیم، موهای من رو کراتین کنیم، میخواییم لولو رو به هلو تبدیل کنیم. برو بیریم بابا. آقا دو سال و خورده ایه، یعنی وقتی کرونا شد من موهامو کوتاه نکردم، الان تقریبا تو وسط کمرم میاد. دوستاش یکی از رویاهای دوران کودکیشو انجام بده. من مدرسه که میرفتم بعد موها رو میزدیم و نمره 4، دانشگاه هم که میرفتم که نمیشد، بعد رفتم سر کار بازم زشت بود نمیشد، بعد اومدم یه مدرسه تدریس کردم، مدرسه دخترانه بود، بازم گفتن نمیشه مواد بلند باشه. خلاصه بعد از اینکه از اونا خلاص شدم یه دو سال و نیمی تقریبا موهامو بلند کردم و حالا دیگه الان دیگه میخوام بزنم کوتاه کنم که چیز بشم. مینام موهاش خیلی با توجه به هوای استانبول وزوزی و اینا میشه. من وزوزی موها میشه دیگه، نمیشه همین الانم پس میخواد کراتین کنه دیگه، صاف باشه راحت باشه. قهر کرد فکر کنم. آقا بریم ببینیم که این آرایشگاهی که میخواییم بریم که ایرانی هم هست، کارش هم خیلی درسته. اولین آرایشگاه ایرانی توی استانبوله. ای بی که کنسرت داره میره اینجا. حالا رضا کنسرت داره میخواد بره اینجا. بچه آرایشگاهی که میخواییم بریم اینجاست. کوافور همجوری که میدونیم میشه آرایشگاه زنانه و مردانه با همه، منطقه شیشلی و نوشته امین. امین خوش آمدید. مینا خانم هم رفته داخل. بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام اینجا ای. اوه چه خونه‌ای. آچا این قسمت نیست که مردونه شه. و دیگه خانم. بله. و مینا که کارش باید اون را انجام شه. ما کارامون رو هماهنگ کنیم، ببینیم بعد چیکار کنیم، بعدش می‌گیریم مراتب. آچا در مرحله اول مینا باید بره شامپو کراتین بزنه. خودت خسته شده بودی از موهای وزوزی. وزوزی نیست رضا، یکم حالتش بد شده. میخواد موهاش صاف بشه. آره. حالا موهاشو بشورن و شامپو بزنن تا مراحل بعد. روی رفت مرحله بعدی. فکر کنم قراره بود یه چیزی بپاشه. آره. یه بوی میاد. من هنوز موهام اونجوری ها. یه لحظه آقا یا خواهیم تا کجا بود؟ من میشستم تا اینجا بود. نه تا اینجا بود. بعد اون دیگه الان میخواییم کوتاه کنیم مرد رو نمیدیم چیم. آره دیگه. آره اونجوری میشه، رضا این شکلی میشه. بدون بدون یک کیلو وزنم کم شد. آره دیگه. نمیخواید موان؟
برو میخرم همین الان دو دلار هم من به حالت نرمال برگردم. من برم پس زیر دست کنم. پس فلان. بچه‌ها من باید برم زیر این دستگاه یه نیم ساعت 40 دقیقه اینجا باشم تا بعدش ببینیم چه جوری میشه. دامان شدی. مرسی. اصلا کلن یه رضای دیگه شدی. دیگه بچه ها نمیشنستن کانال رو بزنن بهم کنن یه دیگه. من همچنان همون شکلی هم. ببینیم یه رو خدا آره کامل چپ آره یه دور بزن ببینیم بچه ها استاد 30-40 دقیقه الا یک ساعت من دیگه کارام اوکی شد دیگه من جگر شدم رفت الان ایشون بعد یک ساعت خوشگم بچه هم مثل چوب شده مونم آره بچه هایی دیگه خوش شده قرار بیان برای سشوار کنن و برن مرحله بعدی آره بچه ها تو این فاصله رضا نامرد منو تنها گذاشتش رفتش غذا خوردش نوشه جونم گشنم بود آقا من تا حالا تجربه نداشتم یه 10 ساعت بخوام تو آرایشگاه باشم میدونیم آرایشگاه زنونه یکم کارش طولانیه آقا یه نو یه ساعت تهش دازی یه ساعت مزید من زیاد بود یه ساعت شد تو دیگه بله موهام بلند بود ازم 150 لیر گرفتن قیمت 100 لیر گفتن تو موهات خیلی بلنده 150 بده آقا میگفتش که چیزه گفتن که ایشون همین آقایی بودن که موهاش بلند بود فکرم رفتی که دیگه اومد به خدا خیلی خوشگل شدم پس یا صاحب زیبایی آخ چه حسی داری؟ هیچ نمیتوزه؟ نه آخه همین جوزه دارم مواد بخار بلند میشه نه مواد بچه همین کلش داغ میشه مرحله آخر بچه ما کارمون تموم شد و آقای امین هم پیداش میکردیم بالاخره اومدن آقای امین معروف که همه استانبول فهم میشناسن ایرانی ها کردن بله. ما تو این راسته رفتیم من که رفتم که حالا یه سر رفتم ایسی بخورم بیام دیدم کلی آرایشگاه از همه خالیه
ولی اینجا همیشه پره، کلی مشتری دارن و اینکه هم ایرانی، خیلی هم اینجا جوش راحت، خیلی راحت میتونیم استفاده بکنیم. انشالله که بچه ها بیان اینجا استفاده بکنن، چون تا حال تو دیسکریپشن مینویسم چه جوری بیان اینجا، خیلی راحت هم میرسیم بهش و میتونیم استفاده کنیم. دستتون در نکنه امین، با اجازت. خدا حافظ. بچه ها کارمون تموم شد، الان اومدیم، حساب مینام شد 1200. البته گفتن که مواد بلنده، خدای امین که اومدن گفتن اگر اینو بخوایم به صورت عادی حساب بکنیم 1600 لیر باید بدیم. ولی خب دیگه بالاخره چون آره دیگه، تخفیف ویژه یوتیوبری و اینا هست دیگه، بالاخره 1200 حساب کردن. واقعا هم جوه شما خیلی دوست داشتم، بخاطر اینکه کاملا احساس میکنی تو ایران نشستی و فوق العاده ریلکس، پرسنل مؤدب و شخصیت، خودشون هم که معلوم بود سالهای سال خودشون این کارا هن. یعنی آره گفتن که هم 40 خورده ای سال پدرم آرایش کردشن، آرایش کرد بودن، هم مادرم، و معلوم بود خیلی تو کارشون حرفه‌ای هستن. آقا مهمه رو کندن بیتاموت. این تازه یه قسمتشه دین، یعنی پشت رو زد، دیدین که اولش پشت رو زد، بعد همین جوری هم داشت ازم مو میریخ دین برای اون من، و دیگه خب سرم سبک شد. فکر کنم یک کیلو از اون وزن این گفته بودم کم میکنم و کم کردم. ایشالله بریم برای بقیش. کار با چه نداریم؟ نه دیگه موهاش قشنگ شده بچه ها، کلاس میزنیم. خدافز.